در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در شهرها و پایتخت‌های اروپا، بعد از ظهر شنبه حرکتی دیگر از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین برپا شد. شرکت کنندگان در این تظاهرات که عکس‌های زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر چهره داشتند، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شدند. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین الملل انجمن یاد شده، درباره اهداف و خواسته های شرکت کنندگان به همکارمان شهرام میریان چنین گفت: هدف روشنگری در مورد وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در عرصه افکار عمومی مردم جهان، برای اینکه بدونن چه شرایط وخیمی رو زندانیان سیاسی و عقیدتی و دراویش و مدافعین حقوق بشر و وکلا و آزادی خواهان در ایران باهاش دست به گریبون هستن، به ویژه خانم رهنورد، آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی الان در این حصر 3 سال مداومی که به سر میبرند و تکلیفشون روشن نمیشه، مورد محاکمه عادلانه قرار نگرفتن. به این دلیل لازمه که مردم جهان نسبت به این وضعیت وخیم اطلاع داشته باشن. آقای آزمایش، شما این بار در شهر برلین هستین، خودتون در تظاهرات شرکت کردین و زموقع درویشان زندانی و همینطور درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟ درویشان مدت هاست که در تهران، در شیراز، در حبس به سر میبرند و در این شرایط به وضعیتشون رسیدگی نمیشه. باید آقای حمیدرضا مرادی سربستانی و آقای مصطفی دانشجو که از وکلا و مدافعین حقوق بشر هستن، به علت کثرت زندانی بودن در زندان اوین نیاز به عمل جراحی دارن، ولی قاضی صلواتی با این هم موافقت نمیکنه، در بلا تشخیصی کامل به سر میبرن. آقای کسرانوری در شیراز در شرایط بسیار وخیمی از نظر سلامتی قرار داره، خانواده هاشون تحت فشار روانی قرار دارن و این نابسامانی همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. آقای آزمایش، آیا خانواده های درویشان مجاز هستن که هر هفته از زندانیان خودشون دیدن بکنن؟ در واقع از همین قضیه ملاقات با دراویش به عنوان یک عامل شکنجه علیه زندانیان و علیه خانواده های زندانیان، دستگاه های امنیتی استفاده میکنن و دائم اینها رو تحت فشار قرار میدن. میگن اگر بریم مقامات رو ببینین، اگر شکایت کنین، اگر مصاحبه کنین، ما شما رو ممنوع از ملاقات حضوری میکنیم، حتی ممنوع از تماس تلفنی میکنیم و به این ترتیب به طور مداوم به اینا فشار میارن. به طور دائم نمیشه گفت که آیا اینا حق ملاقات حضوری دارن یا نه. به این دلیل اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در نظر دارن که این سلسله تظاهرات رو در خیابانهای مختلف اروپا و کانادا و امریکا ادامه بدن. مصطفی آزمایش، مسئول روابط بین الملل انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران، در ارتباط با تظاهرات بعد از ظهر شنبه در برابر دروازه براندنبورگ شهر برلین با همکارمان شهرام میریان گفتگو می‌کرد.